در جاده های منطقه مارکو، مردان با حمل خریده های مملو از کارت های رایدهی و دنبال خریداران مشتاقند. برخی اوقات مردم به اینجا می آیند و تقاضای خرید 500 تا 1000 کارت رایدهی را برای ثبت نام می کنند. کریم آقا می گوید کسب و کار آنچنان خوب است که گاه اوقات و سفارشات زیاد می گیرد. تا کنون من به تعداد 1000 کارت را به مردم فروختم. وای در حالی که 2-3 کارت را در دست دارد می گوید وای می تواند کارت های رایدهی را به 200 روپیه پاکستانی خریداری کند و در بین روستاییان به 500 تا 1000 روپیه به فروش رساند. تبادله کنندگان این کارت ها می گویند روش آنها مجرمانه نیست، بلکه صرف این کار آنها پاسخ است به خواسته های سیاستمداران ثروتمند و روستاییان فقیر که آنها رأی خود را در بدل چند دقمه بیشتر نان عوض می کنند. ما مصرانه از دولت و کمیسیون انتخاباتی خواهان کنترل و جلوگیری از تقلب در انتخابات هستیم. به دلیل این که در انتخابات گذشته شاهد فروش کارت‌های رایدهی بودیم که به 1000 روپیه رسیده بود. عزیز الله لودین یک تن از کاندیدان که خود رئیس کمیسیون نظارت انتخابات افغانستان در سال 2009 بود میگوید به این ترتیب انتخابات می تواند بیشتر از سال 2009 با تقلب مواجه باشد. مردم که شما بیاین کارت خود به یک نان چاشت بفروشین یا به 5 دلار یا به 10 دلار، ایره اگر خرید فروش میشه، در حقیقت دموکراسی افغانستان به خرید فروش استوار است، نه به اساس آرای مردم. این چیزهایی است که باید در نظر گرفته شه. ما ایره در تلویزیون ها گفتیم هر کس از کاندیدات که رای میخره به ملت افغانستان خیانت میکنه، به وطن خیانت میکنه. ایالات متحده آمریکا که باعث تلاش های بین المللی برای بازگرداندن دموکراسی در افغانستان شده است و در سرنگونی رژیم طالبان تندرو در سال 2001 کمک کرده است، به شدت می خواهد انتخابات نقطه اوج حضورش قبل از آن باشد که نیروهای نظامی غرب در پایان سال 2014 آن کشور را ترک می گویند. در میان کاندیدان قیوم کرزی برادر آمد کرزی رئیس جمهور، زلمی رسول وزیر خارجه و عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق در حکومت او و عبدالرب رسول سیاف یک تن از جنگ سالاران افرادگرای سابق نیز شاملند. کمیسیون مستقل انتخابات که برای اطمینان از یک روند انتخابات آزاد و عادلانه ایجاد شده تا کنون کمتر چیزی در مورد تجارت کارت‌های رایدهی ابراز داشته است. لیلا محبوب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.